بریم به سر بزنیم به عناوین مهم روزنامه‌های ورزشی کشور. با روزنامه گل هم شروع کنیم که ما آبروی ورزش کشوریم و حقمون خیلی بیشتر از ایناست. اینو رحمان عموزاد گفته و گفته که آروم‌تر شدم اما من هنوز رحمان بیرحمم. حیفم شد دیگه، تو رقابت‌های آسیایی هم نتونست رحمان حالا بیرحم عنوان قهرمانی رو، حالا مدال طلا رو از آن خودش کنه و طلا رو از دست داد. به جا مونده از درگیری کلامی یحیی و جواد، زشت‌ترین جدال قرن. که لما این همه گفتیم که امیدوارم این اتفاقات ختمه به خیر بشه، حالا من دیگه واقعا انتظاری ندارم از کامنت ها. حالا این همه فوش و بد و بیرا دادین به هم دیگه، من کاری ندارم، ولی خب اینکه باز باشگاه پرسپولیس بیاد از محمد خانی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، ببینید من الان میگم کار محمد خانی بده، نذارید رو حساب پرسپولیسی بودنم. وقتی میگم باز کار پرسپولیسی بده که یه بار دیگه این آتیش رو شعله ور کردن، نذارید رو پای استقلالی بودنم. یه جور دیگه ببینید انصافا ویدیوها رو، نباید پرسپولیسی باز این آتیش و شعله ور میکردن. حالا محمد خانی حرفی زد، حرفش هم انصافا خوب نبود، اصلا من میگم اگه آقای خانی اون حرفا رو نمیزد این اتفاقات به وجود نمیومد. ولی خب بازم باز شکایت پرسپولیس از علی خطیرم در نوع خودش جالبه که حالا در مورد داوری ها صحبت کرده بود، میگفت پرسپولیسی رو نذارید قضاوت کنه بازی پرسپولیس. به هر حال هر دوشون برای من قابل احترامن، هر دوشون هم تاثیرگذارن، هر دوشون هم خوشایند. یعنی ما واقعا از اینکه از این دو تا عزیز انتظار داریم که تو هر چیه که نمیشه با کمیته اخلاق و انضباطی و اینا هم کرد، حالا هم مدیر باشگاه ها مؤثرن تو بعدا اینا، هر دوشون خوب بازیکنایی بسیار خوب زحمت کشتن برای فوتبال کشور، بیگانه با فوتبال کشور نبودند، همین الان هم تأثیر گذارن تو لیگ و بهترین تیم‌ها رو الان دارن هدایت می‌کنن. من امیدوارم که بهتر بشه. یعنی بعد من خودم یه تذکراتی به بعضی از دوستان دادم که یه صحبتی با بشه حالا هم، ولی من هر دوی این ران رو محترم می‌دونم، هر دوی عزیز. حالا امیدوارم که دیگه تکرار نشه. من دیگه شما با این میکنم جلسه گذاشتین این سری حوادث پرسپولیس ناراحت شدن، گفتن که شما هم توی اختلافی که بین آقای گل محمد یا آقای درویش به وجود اومد هم اونجا هم شما ورود می‌کردید. ما هر کاری بکنیم ایرادی بهش هست، ولی واقعیتش اینه که من هم الان هم بی ارتباط نیستم با خیلی از عزیزان، حالا یکیش رسانه میشه یکیش میشه. گرفتاری های متنوع چهار مدعی قهرمانی از استقلال بگیرید پرسپولیس. حالا اوضاع سپاهانی هم بده دیگه، ما تراکتور هم که میدونید دیگه چه اتفاقاتی رو داره رقم میزنه. فعلا فکر میکنم حالا اوضاع سرخابی های پایتخت به مراتب بهتر باشه. کادر فنی بگه چرا شهاب بعد از درخشش بیرون میشینه. اینو حمید درخشان گفته و گفته که کوچیکتر باید احترام بزرگتر رو در فوتبال حفظ کنه، که حالا پشت یحیی گل محمدی در اومد. البته که یه نقدی هم کرده که چرا شهاب زاهدی رو نیمکت بشینه. موافقین با شهاب که فیکس بازی کنه؟ انصافا عمل کرد نبیل باوی هم من میگم خوب بود، حداقل توی این مسابقه یه موقعیت رو از دست داد، ولی خب خیلی هم به توپ خوب ضربه زد. امسال لیگ تعطیله اما لابلای تعطیلات چند بازی هم برگزار میشه. اینو علی سامره گفته و گفته که صدر جدول از دست دادن و دنبال شریک جرم میگردن. حالا هی شما بیاید آتش بیاره معرکه بشید آقای سامره. بریم روزنامه خبر ورزشی. خانم دارابیان گفته که سلامتی و عاقبت به خیری دو خاصه بزرگ منه. نمیشه به دنبال نتیجه بود اما سختی نکشید. همسر خانم منصور پورایدری که خدا رحمتش کنه و روحش شاد و خیلی عمل آنجا اشغالیه، گفته که امیدوارم نکونامم استقلال رو قهرمان کنه. بعضی از لباسهای منصور رو به هواداری استقلال دادم و اهدا کردم، اینم میتونه در نوع خودش جالب باشه. بهداشت فریبا گفته که شاید با اومدن کمک داور ویدیویی منافع بعضی تیم‌ها به خطر بیفته. کنایه هم زده به پرسپولیس و گفته که آثار دعوای نکونام و گل محمدی در دربی مشخص میشه. امیدوارم این که حالا کش و قوس ها، این درگیری ها، این تنش ها منتج بشه که دو مربی روی تاکتیک های فنیشون کار بکنن. آقا به قول سید علی راست میگفت، میگفت که نیم فصل دوم جنگ میشه دیگه لیگمون و نمیتونیم اصلا لذت ببریم. اینو انصافا راست میگه. پرونده نکونام و گل محمدی تا قبل از دربی بسته میشه. دستور محرمانه برای سرمربی های استقلال و پرسپولیس. ویروسی که بلای جان تیم یحیی شده. 6 ستاره پرسپولیس در آستانه از دست دادن بازی با استقلال. آره از دانیال اسماعیلی فر بگیرید. خیلی از بازیکن‌های پرسپولیس، حالا متن خبرشو میذارم واسهتون، دچار سرماخوردگی شدن و حالا امیدوارم که دو تیم بدون مسئولیت، چون از اونورم استقلالی‌ها پیمان بابایی و زبیر نیک نفسشون بالاخره به سلامت خودشون برگشتن و میتونن از این به بعد برای تیم فوتبال استقلال تهران به میدون برن. پرسپولیسیا بهشون ویروس حمله شده، ویروس سرماخوردگی، همشون مریض شدن.
خیلی بازیکن دارن، خیلی شرایط خوبه. الان میخوان با استقلال تاجیکستان بازی کنن، سرماخوردگی هم دارن. سلک و فرجی و ترابی و اسماعیلی فر سرماخوردن، علی بیرانوند و اسدبگی یه ذره بهترن. گزینه‌های باطل شده والیبال از تیلیه و هینن تا آنتیگا و مندس که حالا به نظرم هنوز سعید معروف به عنوان سرمربی تیم والیبال زوده. بدترین شروع طارمی در پرتغال، هر 370 دقیقه یه گل، اصلا فکر و ذهن مهدی هم نیستا، انصافا خودمونیم. برای بازی‌های پورتو یه پنالتی هم از دست دادم این چند روز قبل و امیدوارم همین ژانویه ترک بکنه پورتو و بره به اینتری که دیشب 2-1 آتالانتا رو شکست داد. آمار پرنوسان مجیدی در امارات، بندبازی فرهاد روی لبه تیغ، اونم روند سینوسی داره فرهاد مجیدی. بند مهم در قرارداد قلعه نویی، نیمه نهایی برو تا جام جهانی بمون. حالا نیمه نهایی رفتنمون هم اگه ما به عنوان سرگروه بریم بالا، اونورم کره جنوبی به عنوان سرگروه بیاد بالا، ما تو 1/4 به کره جنوبی میخوریم و بازی سختمون میتونه اون بازی باشه. اصلا محک جدیه کادر فنی و تیم ملی همون مسابقه است که امیدواریم بتونیم تا نیمه نهایی هم برسیم. پرونده خارجیای پرسپولیس بی مصرف ها تموم شدن. چقدر پرسپولیس بازیکن خارجی بی کیفیت داشت تو این چند ساله، بگیرید از اون اوکراینیایی که اومدن تو همین، یکی همراه این وحدت هنانوف اومد، فامیلش یادم نیست، تا چه میدونم پریرا، یه خوبشون لوکادیا بود دیگه، تا شیخ دیاباته، اوساگونا، همه ترچدای تیم لیگ برتر اومده بودن و عملکرد خوبی هم نداشتن. ابرار ورزشی چه خبر؟ سامورایی زمینگیر شدن. شروع مقتدرانه فوتبال 7 نفره در آسیا. به صحبت‌های خطیر فقط لبخند میزنم، این آقای خسروی گفته و گفته که موجودی داوری ما همینه. ببینید داوری، یکی اینکه خود من یکی از افرادی هم که منتقد بحث داوری هم، یعنی الان واقعا چون تأثیر گذاریش یا اشتباه داوری زیاد شده و همین دلیل یه جلسه هم با کمیته داورا گذاشته بشه، سازمان لیگ هم یه اعتراضی داره رو بحث داوری اعلام کردن. انشالله امیدواریم حرفای دوستان رو بشنویم. بالاخره یکی از شرایطش بیه یار هست، ولی خب ما سالهای قبلا وی یار نداشتیم، یا الان بسیار از کشورها الان وی یار ندارن، یا اگه دارن یه دونه دارن. خب ما الان دوتا خودمون داریم که اصلا که برای دیگه برتر نمیتونیم استفاده کنیم، چون انشالله حالا به زودی این کار میشه. ولی اشتباهات داوری تو سالهای قبلا که وی یار نبود به این مقدار نبود، الان این مقدار زیاد شده به نظر میرسه. چه بعد حالا ما حرفای کمیته رو بشنویم. با پرداخت مطالبات شرایط برای تداوم کاهش قرارداد فراهم شد. مدیرای استقلال چشم به راه بازیکن‌ها. صعود به نیمه نهایی با پیروزی مقابل ازبکستان و قطر. درخشش راگبی زنان ایران در آسیا که حالا دمشون گرم، امیدوارم بتونن قهرمان این مسابقات بشن. جولان سرماخوردگی در اردوی سرخا. دردسر جدید پرسپولیس قبل از مساف آسیایی که 5 6 تا از بازیکن‌های پرسپولیس سرماخوردگی شدن. پاشازاده چی گفته؟ گفته که مرداد محمدی جور خط حمله استقلال رو میکشه. حالا بعد از اون چند بازی اول که خوب نبود و خیلی هم انتقاد شد ازش، به بازی خوب خودش برگشته مرداد و امیدوارم همین روند رو تا پایان فصل هم ادامه بده. آقای برزگر گفته که پرسپولیس با همین بازیکن‌ها هم مشکلی برای ادامه لیگ نداره. مجید جلالی گفته که جواد و یحیی هر دو از رفتار خود پشیمون میشن، که حالا بعد ببینیم کی این موضوع ختمه به خیر میشه. بهداشت فریبا هم که صحبت کردیم آثار دعواشون. سهیل مهدی گفته که برگزاری هفته دهم قبل از اردوی تیم ملی ضروریه. هفته دهم رو یه جلسه ای، این که من الان بگم لغو می شود یا نمی شود، هر دوش در واقع برای یه جلسه ای گذاشتیم بین سازمان لیگ و در واقع سرپرست تیم ملی، سرمربی تیم ملی و مجموعه. من خودم مایل به حذف لغو نیستم مگر یه شرایط خاصی پیش بیاد. خودم شخصا اعتقادم اینه که اگر ما بتونیم بازی‌ها رو برگزار کنیم خوبه و بهترم هست. اون تا خب بالاخره اولویت تیم ملی هم یه بحث دیگه است. ما بالاخره مقدماتیه جام جهانی رو داریم قدم می‌ذاریم. بعد انشالله بینش یه تعاملی ایجاد کنیم. سیاوش بختیاری زاده گفته که سابقه 108 سال فوتبال خوزستان در حال نابودی. آره اتفاقا علی دلفانی با علی بود میگفت که آقا از فوتبال خوزستان بیشتر بگو. حالا من در مورد شمسازرم خیلی قزوینی داریم، باید صحبت کنم در مورد تیم خوبه سعید دقیقی، اما اوضاع خوزستانیا خوب نیست. یعنی این از فولاد که دومین باخت متوالیشو تجربه کرد و اون از استقلال خوزستان که سیروس پور موسوی اوضاع خوبی نداره، هرچند به نحوه داوری و
قضاوت خیلی اعتراض داشت این هفته. ابوالقاسم پور گفته که پیشکسوتان برای حل اختلاف یحیی و نکونام پادرمیونی کنن. اش باید پادرمیونی کنه. آها یه تسلیت هم میگیم آقای گلپا که دار فانی رو وداع گفتن و حالا تسلیت میگم روحشون شاد باشه. بالاخره به آرامش رسیدم. این آقای قلی‌زاده گفته، حالا علی قلی به قول پیمان یوسفی، و گفته که 100% آماده بازی هستم. حمید درخشان گفته که پرسپولیس هوشیار نباشه به استقلال تاجیکستان میبازه. بله، یه خبری که ناراحت کننده است یه جورایی و یه ذرم عجیب و غریب هست، درگیری و کتککاری در فوتبال پایه. راجع به فوتبال پایه خیلی توی سلام صبح بخیر هم صحبت کردیم. چند وقت پیش هم آقای امیرآبادی مهمونه اون بودن، کسی که حالا مسئول کمیته استعدادیابی و جوانان فوتبال پایه استان تهران هستن و یه سری مشکلات رو گفتن و اینکه حالا آقای شیرازی که رئیس هیئت فوتبال استان تهران بودن رفتن، الان آقای میرشاد ماجدی هستن. از این مشکلات و معضلات یکی از چیزهایی که رواج داره و بد هم هسته، شاید رسانه هم کمتر میپردازه با توجه به اینکه حالا تو رقابت‌های لیگ برتر حساسیت و طرفدارای تیم‌ها بیشترن، اینجا کمترن، همین بحث نزاع، دعوا و حواشی که توی لیگ‌های پایه هستش، تو رقابت‌های نوجوانان هستش. دیروز این اتفاق افتاد، تیم رادبوی و جوانان شهرره، یاران رادبوی و جوانان شهرره بازی کردن با هم دیگه، درگیری نسبتا شدیدی هم بوده، اتفاق افتاده. آقای ماجدی خبرها اونطوری که میاد این هستش که یک کمیته رو تشکیل دادن و یک کارگروهی رو گذاشتن که سریعا رسیدگی بکنن به اتفاقاتی که دیشب دیروز بعد از ظهر تو این بازیه افتاد. اما کلا این که ما چقدر اهرم‌های نظارتی، چقدر کمیته‌های انضباطیمون سختگیری میکنن و چه احکامی رو میدن، خیلی مهم هستش که ما شاهد تکرار این اتفاق نباشیم، علل خصوص تو لیگ پایه، یعنی کسایی که تو این مقطع سنی حساس هستن و این صحنه ها که واقعا یه جورای زیبنده فوتبال پایه ما نیستش. و نکته خیلی مهمتر این که بالاخره کادر فنی، مربی های این تیما کارهای حساس تری دارن، یعنی شرایط کار کردن با این رده سنی حساس‌تر هستش و امیدواریم که این دست خبرها رو نداشته باشیم. هر از چندگاهی تو لیگ پایه‌مون یه خبرای این شکلی و خبرای این چنینی میاد که واقعا ناراحت کننده هم هستش. شهرآره چه خبر؟ مهماشو بخونم. وضعیت عجیب میزبانی ها در ورزشگاه پیر تهران بعد از جریمه سپاهان شبیخون به آزادی، که نمیدونم این اتفاقات چرا داره سر کشورمون میاد، از همه جا ما داریم میخوریم. اینکه خودمون هم کاری نمیکنیم چیزها، یعنی یکی از دلایلشه که این همه 50 سال ما ورزشگاه به سان آزادی تا حالا نساختیم. خیلی بده واسه پایتخت و تهران و ایران. حتی دو تا شی یک روز برگزار بشه، مثلا یاد 30 سال پیشه فوتبال خودمون انداخت که توی استادیوم آزادی دو تا بازی پشت سر هم برگزار می‌شد. الان تکلیف تماشاگران، تکلیف تیم‌ها، ورودشون، خروجشون چجوریه؟ ببینید، اینها اولا تو رأی اومده که آزادی، یعنی اختیاری به باشگاه سپاهان یا به فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ ندادن. چرا؟ برای اینکه تنها جایی که الان وی ای آر داره ورزشگاه آزادیه. یعنی این دیدم یه روزنامه ای واقعا روزنامه که باید خوب اطلاعاته بشه، خب اینم انداختن فولادشهر یا انداختن یه ورزشگاه دیگه. دست سازی فولادشهر نمیشه، نقش زمان نمیشه، مثلا از ظرفیت ورزشگاه امام رضا نمیشه استفاده کرد. نه انتقال وی ای آر تو یکی دو روز عملی نیست، چون در واقع مدل مدل این بحثایی که ما بتونیم ورزشگاه آزادی رو کافوی که صدا سیما داره بتونیم وضع کنیم شرایطش، نه یه مقداری به من پرسیدن گفتن خیلی سخته. ضمن اینکه بعد AFC هم یاد خودش چیکار کنه ورزشگاه رو تایید کنه، که اینا سخت بود. ورزشگاه آزادی انداختن. در ورزشگاه آزادی خب بالاخره تماشاگرانی هست، نساجی میان، تعدادش فکر نمی کنم زیاد باشه. تو اون بازیه که نیمار بود و خیلی دلشون میخواست بیان، تعداد زیادی نیمدن. سپاهان هم نباید تعداد زیادی بیاد، ولی اجباره دیگه، کاریش نمیشه کرد. یعنی کاری که ما بتونیم یه ورزشگاه دیگه الان معلوم کنیم. هافبک برزیلی از دسترس یونایتد خارج شد. ادامه فصل کابوسوار کاسمیرو که این همه با امید و آرزو کاسمیرو رو گرفتن و دو ماه از میادین دور کاسمیرو، دیشب هم منچستر یونایتد موفق شد فولام رو 1-0 ببره و شکست بده. یوونتوس آماده امشب به مصاف فیورنتینا میره. حرکت آهسته بانوی پیر به سمت قهرمانی که حالا بعد از باخت ایسی میلان در مقابل اودینزه که اونا رو موقتا استاد استفانو پیولی از بحران خارج کرد و حالا اینتر میلانی هم در برگ
برگامو 2-1 آتالانتا رو بردن، باید ببینیم که امشب شاگردای ماسیمیلیانو آلگری چه عمل کرد و چه نتیجه‌ای رو به خودشون می‌بینن. مهاجم ایرانی پورتو رو از جمع مدعیان پرتغال دور کرد. فرصت سوزی بزرگ طارمی که امیدوارم به تنظیمات کارخونه مهدی برنگشته باشه دیگه. پرسپولیسیا و حالا اونایی که فوتبال ایران رو دنبال می‌کنن می‌دونن چی میگم. برگزاری بازی نساجی و سپاهان در ورزشگاه آزادی تو یک روز. داور کره‌ای بازی سپاهان و آلمانی قزاقستان رو سود می‌زنه. حمید درخشان هم گفته که گل محمدی و نکونام سکوت کنن و ایرادهای تیمشون رو برطرف کنن. صد باد موافقم آقا حمید. تکذیب شایعه جدایی مورایس از سپاهان. یه سری از خبرنگارامون تو اصفهان رفته بودن اونجا، میگفتن اصلا دیگه دل و دماغ کار کردن نداره جوزه مورایس بعد از رای AFC که سپانیا 3-0 باختن. اونم نمیدونم اوضاعشون چی جوریه. قرعه کشی مرحله اول جام حذفی امروز برگزار میشه. سایل مهدی هم گفته که نیاز داریم هفته 10 لیگ برتر لغو نشه. روزنامه چوت چه خبر؟ حیف، افسوس میخوریم واسه هادی چوپان که متاسفانه همین بامداد بود قافیه قهرمانی رو به ادراگ لندسفورد واگذار کرد. میتونست خودش رو به یه قدمی آرنولد و رونی کولمن برسونه که این اتفاق نیفتاد. 9 ثانیه پایانی 20 دقیقه طول کشید. جنجال در فوتسال. گرگ پارسی مستر اولمپیا رو به آتیش کشید. آره این روزنامه فکر می‌کنم. آره دیگه چون روزنامه ساعت 12 میاد اوضاع فینال رو خبر نداره. هادی چوپان، دراگ لندسفورد و سامسون داودا در فینال. بعد از اینکه مسابقه تموم شد خیلی از کارشناسا اعتقاد داشتن که هادی چوپان در خیلی از فیگورها اصطلاحاً بهتر از رقیب خودش بود، اما به هر حال یکی از مواردی که خیلی حالا جای صحبت داره و خیلی ها در موردش حرف می‌زنن اینه که به این راحتی ها با توجه به اینکه چوپان در دوره قبل هم قهرمان مستر المپیا شده بود، به این راحتی ها این برگزار کنندگان این مسابقه معتبر یک نفر رو 2 سال پشت هم دیگه به عنوان قهرمان معرفی نمی‌کنن. به هر حال هادی چوپان به مقام دوم رسید. رقابت‌هایی که معتبرترین رقابت‌ها هستش در دست بدنسازی زیر نظر فدراسیون جهانی بدنسازی برگزار میشه و جایزه 250 هزار دلاری و مقام دومی بسیار ارزشمند هادی چوپان که به دست اومدش. و یادمون نره که این رشته ورزشی رشته‌ای که بسیار زحمت داره، تمرین، رژیم و یه جورایی با سلامتی فرد هم سر و کار داره دیگه. اینکه حالا خود هادی چوپان مصاحبه میکرد، صحبت میکرد که چقدر مرارت و سختی تحمل میکنه، چقدر رژیمای سختی که میگیره برای اینکه برسن به این مرحله. و خلاصه خیلی ها دنبال میکردن به واسطه اینکه سال پیش هادی چوپان اول شده بود و قهرمان شده بود، منتظر بودن که امسال هم قهرمان بشه که این اتفاق نیفتاد. قلعه‌نویی میهمان ویژه بازی‌های سپاهان و نساجیه. فضا رو مسموم می‌کنن تا امتیاز بگیرن. خطیر هم وارد گوت شد. در فدراسیون آدمی نیست که بتونه ورزشی‌ها رو به هم وصل کنه. ابوالقاسم پور گفته که جواد و یحیی گوشت هم رو بخورن، استخونه هم رو دور نمیندازن. امیدوارم این اتفاق افتاده باشه و بیفته. همایون شاهرخی گفته که چه اتفاقی افتاده که بچه‌های لوتی با معرفت و با اخلاق فوتبال این حرفا رو زدن؟ اینا شاگردای من نیستن. شکایت پرسپولیس از دو مدیر استقلال صحبت کردیم. حریفای سرخابیا حق تمرین در آزادی رو ندارند و استقلالی ها پولدار شدند. واریز 10% برای قرارداد کم نکرده ها که یکیش فکر می‌کنم آرش رضاوند باشه. این از بسته روزنامه‌های ورزشی. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. بچه‌ها اون دکمه لایک رو هم بزنید، خیلی تعداد لایک ها کم شده. این کارو بکنید که من تو هر ویدیو نیام هی بگم که آی دکمه لایک رو بزنید، که بدونم خودتون میزنید دیگه، منم نگم و بیشتر بپردازیم به ورزش و فوتبال ایران. دمتون گرم فعلا.